با ما برای گفتگو و شنیدن میاد. پس وای به زمانی که این مهدی موعود و این مسیح منجی که صبر و بردباری و متانت هنوز در کاخ سفید نرفته، رو پیشونیش حک کرده، خالکوبی کردند، طاقتش تاق بشه و برایش هیچ راهی جز مقابله باقی نمونه. آنگاه دیگر همه پیشاپیش، حتی پیش از آن که وی به ریاست جمهوری برسه، متقاعد شده بودند که آقای اوباما برای تغییر اومده و این تغییر بدون تصمیم گیری هایی خطرناک ممکن نیست. بیاییم من و شما بگذریم از این که این تغییر که در هفته های اخیر در همه جا به گوش میرسه، نه در آمریکا، نه در اروپا، در سراسر دنیا. امروز میبینیم مرد شماره دو القاعده پیغام میده و اوباما رو تهدید میکنه. تازه دوزاری برای بچه های جهان سومی و اون عقب افتاده های فکری داره میفته، که مثل همیشه کلاه واقعی سر مردم اون مناطق و خصوصا رهبران ابلهشون میاد. این تغییر که در هفته های اخیر در همه جا به گوش میرسه، هرگز همونطور که گفتم در مورد اون چنج میترازوی چیزی نبود تا میزان این چنج و محتوای این چنج رو بشه اندازه گیری کرد، و گفتم بسیار عاقلانه و زیرکانه این واژه به کار گرفته شد. از همین رو احتمالاً هر کسی به اندازه فهم و شعور خودش و به اندازه درک و درایت خودش این تغییر رو، این چنج رو برای خودش حلاجی کرد و برای خودش تصویری ازش، منظری ازش در این جای خودش ترسیم کرد. اجازه بدید خدمتون بگم که کار اروپایی ها در صدرشون انگلیس، فرانسه، آلمان با اومدن اوباما سخت‌تر میشه، دشوارتر میشه. حالا چرا؟ براتون میگم. اگر به یاد داشته باشید، یکی از بزرگترین گرد همایی هایی که در برون از مرزهای آمریکا برای اوباما شکل گرفت، در برلین در یک میگفتن همه در یک استادیوم ورزشی 80-90 هزار نفر جمع شدن، در حالی که ایشون در یک سالونی در نزدیکی اون استادیوم بود و وقتی که وارد اونجا شد، حالا کاری ندارم، من اصلا نمیخوام وارد اون مبحث بشم، خودش یک بحث جداگانه ای داره، ولی زمانی که اوباما، پرزیدنت الکت اوباما در برلین چند ماه پیش، پیش از پیروزی از کشورهای اروپایی پول و سرباز بیشتر برای افغانستان و عراق و مبارزه با تروریسم حضورتون عرض کنم که خواست، طلب کرد، یعنی وقتی رفت اروپا به سران کشورهای اروپایی گفت پول بیشتری برای مبارزه با تروریسم باید بودجه بذارید، برای فرستادن سرباز، چون الان یکی از اهداف اوباما که علنا هم راجع بهش صحبت کرده نابودی القاعده در افغانستانه و در واقع مسائلی که داره الان شاهدش هستیم، پیغام هایی که از اون ور از القاعده و این ور اون ور داره میاد و این گونه مسائل که حالا داره خیلی مسائل داره چهره خودش رو نشون میده، ظاهرا در اینجا اون نکته معروف که میگه نبین چه میگوید ببین چه میگوید، داره شکل‌های واقعی خودش رو نشون میده. آیا اگر همون حرفایی که آقای جورج بوش، آقای دیک چینی، کاخ سفید و جمهوری خواهان در طول 8 سال گذشته میزدند رو حالا در همون ابتدای کار دموکرات‌ها در همون 6 ماه اول مجبور بشن بزنن و حتی با یک تونی شدیدتر و قویتر،
و به جای دهان بوش حرفها در همون یکی دو ماه ورود آقای اوباما به کاخ سفید در واشنگتن از دهان همون حرفهای بوش از دهان آقای اوباما بیرون بیاد، تأثیر دیگری آیا بر شنوندگان و طرفین زینف خواهد داشت یا نه؟ خیلی مسئله عمیقه و میخوام با دقت بهش تفکر کنید. اینا رو آینده نشان خواهد داد. برای اون دسته از کسانی که میگن جمهوری خواهان ابله بودند، دنبال جنگ بودند، جنگ جو بودند، خشن بودند، بزرگترین اشتباه بوش این بود که به عراق لشکرکشی کرد و این گونه مسائل، اجازه بدید چند رویداد تاریخی رو براتون باز کنم. اجازه بدید تلنگری به حافظه تاریخی اونهایی بزنم که همیشه آن چیزی را که میخواهند در حافظشون زنده کنند رو میکنند. بسیاری از کابینت ها این کشوها در مغزشون اصلا زنگ زده، هیچ موقع باز نمیشه. اینا هم دیگه خسته شدن، چند بار رفتن باز کنن دیده نمیشه، ولش کردن، رفته تبدیل شده به سلول های خاکستری مغزشون و یه گوشه بلوکه شده و گیر کرده، مثل مصدقی ها، 28 مردادی ها، امپریالیست ها، امریکایی ها، کمونیست ها و از این گونه مسائل و مزدوران رژیم که این گونه نقاب ها رو دارن. حالا اونا رو یه مده رو بلاحدی، یه مده روی مزدوری، جیرخاری، وطن فروشی این کارا رو میکنند. برای اون دسته از کسانی که هیجان زده قلم و میکروفون به دستشون گرفتن تا رسای کسی که میآید و ظاهرا مثل هیچ کس نیست در طول این، بعد از اومدن اوباما، قبل یعنی پذیرفتنش از طرف مردم و رأی مردم، چه داد سخنهایی دادند و چه کردند و دموکرات ها رو مظهر شکوفایی و عشق و صفا و صمیمیت و آری از جنگ طلبی و این گونه مسائل می دیدن. اجازه بدید I refresh your memory. در سال 1961 جان اف کندی رئیس جمهوری فقید آمریکا از حزب دموکرات فرمان حمله به کوبا را صادر کرد و رویداد خونین خلیج خوک‌ها را آفرید و اون رو به نام خودش ثبت کرد. جنگ 10 ساله جان اف کندی دموکرات بود، برای اون دسته از کسانی که فراموش کرد. جنگ 10 ساله ویتنام از 1965 تا 1975 با نام پرزیدنت لیندن جانسون از حزب دموکرات گره خورده. سرداران سپاه، میدونم برنامه من رو میبینید، بچه امنیتی ها، بچه اطلاعاتی ها، خاک تو سرا، چه سرنوشت هولناکی در انتظارتون. چقدر بده بچه محلاتون تیکه تیکتون میکنن، به 2 خیابون بالاترم نمیکشه. روی سخنم با شما بچه هایی که تو سپاه و بسیج، بدنه سپاه و بسیج رو تشکیل میدید، بچه های خوب نازنین، دستتون به خون آلوده نیست، دستتون به کتک زدن مردم آلوده نیست. برای تمامیت ارضی کشور ما دارید خدمت میکنید، یه حقوقی هم که در واقع پول نفت، منابع طبیعی خودتون هم هست دارن بهتون میدن، خرج زن و بچه تون میکنید. شما هیچ گناهی ندارید، شما که دستتون به خون آلوده نیست، شما که یونیفرم تنتونه، برای حفظ و حراست کشور،